همین تسخیر جاده ها توسط تکنولوژی ها و فناوری های پایین تر در انقلاب پراید در ایران موجب کشته شدن چند هزار نفر در سال در کشورمان شد. سلام و عرض ادب. درباره تفاوت‌های نظام تجاری ایران و امارات خدمت شما عرایضی رو داشتم، توضیح دادم که فرهنگ متفاوتی که مبتنی بر تجارت بود و مبتنی بر فرهنگ 5000 ساله ایران زمین بود وارد منطقه جنوب خلیج فارس از طریق تجار ایرانی که از بندر لنگه به امارات دبی مهاجرت کردن شد و باعث تحول روزافزون منطقه جنوب خلیج فارس شد، به طوری که اگر تا 5 سال پیش یا 10 سال پیش بسیاری از افراد مردد بودند مثلا درباره توسعه کشورهایی مثل عربستان، مثل بحرین، مثل قطر و کویت، الان وضعیت تغییر کرده و مردم متوجه شدند که فقط به دلیل درآمد نفتی نیست که این کشورها توسعه پیدا کردند. همانطور که خدمت شما عرض کردم، شاید فقیرترین یکی از فقیرترین امارات ها از نظر منابع انسانی که امارات دبی باشه، سرمنشأ تحول در کل منطقه جنوب خلیج فارس شد. شاید برای شما هم عجیب باشه که چگونه هست که رهبران یک کشور مثلا به جای اینکه خودروسازی در کشورشون بنا کنند، اجازه میدهند که انواع خودروها به کشورشون وارد بشه. این خیلی سوال عجیبیه. آیا اینها به دنبال توسعه نیستند؟ منتها ببینید، پاسخ این هست که آیا شما اگر خودروساز شدید پیشرفت خواهید کرد؟ آیا تعریف پیشرفت و توسعه در یک کشور خودروساز شدن هست؟ نه اینکه خودروساز شدن بد باشد، اتفاقا خودرو صنعت پیچیده‌ای هست و با بسیاری از صنایع دیگر ارتباطات گسترده دارد، اما اگر میخواهید اقتصاد شما پیشرفت کنه، باید صدها شاخه اقتصادی و صنعتی و کشاورزی و خدماتی در کشور شما پیشرفت کنه. اینها باید تک تک این صنایع باید رشد کنند، بالنده باشند. یک محیط بالنده برای رشد تمامی بخش ها باید به وجود بیاید. وقتی که تو میایی و سعی میکنی که از طریق کنترل واردات به ظاهر توسعه صنعتی در کشور خود به وجود بیاوری، شاید نبینی که همین محدودیت‌های واردات در نهایت موجب خواهد شد که اولا صنعت کلیه خدمات شما دچار توقف و دچار سکته و سرکوب بشود. پیشرفت صنعتی بخش کشاورزی متاسفانه و پیشرفت فناوری و بخش کشاورزی متوقف می‌شود. پیشرفت صنعت آب متوقف می شود. صنعت حمل و نقل شما راه به جایی نمی برد. همینطور که ببینید تفاوت این دو کشور رو وقتی ملاحظه می کنید، می بینید که در کشور امارات متحده عربی کامیون ها از سراسر دنیا و تریلی ها از سراسر دنیا در این کشور حضور دارند و خریداران و رانندگان کامیون و تریلی قدرت انتخاب دارند و بهترین ها رو برمی‌گزینند. در کشور ما این ناوگان حمل و نقل ما به شدت تضعیف شده، به شدت قدیمی شده، ولی همچنان سیاستگزار اقتصادی کشور تأکید داره که حتما اقدام به نوسازی نشود تا اینکه خودروهایی که با فناوری‌های بسیار پایین‌تر دارن ساخته میشن، اینها جاده‌ها رو تسخیر کنند. همین تسخیر جاده‌ها توسط تکنولوژی‌ها و فناوری‌های پایین‌تر در انقلاب پراید در ایران موجب کشته شدن چند هزار نفر در سال در کشورمان شد. متاسفانه همین روند رو ما در توسعه ناوگان هوایی، در توسعه ناوگان حمل و نقل شهری، در توسعه حمل و نقل بین شهری و در توسعه حمل و نقل ریلی هم متاسفانه پیگیری کرده ایم. همین هست که میبینید که زیرساخت‌ها در کشور ما ساخته نمیشود. درآمد هنگفت ارزی ما که در طی 20 سال گذشته یک چیزی بالای 1500 میلیارد دلار بوده، صرف واردات کالای بنجل شده. به جای اینکه ما کالای کیفی به کشور وارد کنیم، به جای اینکه ثروت خودمون رو صرف ایجاد زیرساخت‌ها در بالاترین سطح استانداردهای بین‌المللی کنیم، تلاشمون این بوده که مردم رو راضی کنیم با تزریق مسکن و مواد اعتیاد آور به اقتصاد کشور.
و همین اعتیاد گسترده به درآمد نفتی که در نهایت تبدیل به پایه پولی و تبدیل به ریال و تورم شده، متاسفانه در کشور ما باعث شده که به تدریج جایگاه خودمون رو نه فقط در جهان که در کشورهای منطقه، در میان کشورهای منطقه هم از دست بدهیم. باز به شما باز خواهیم گشت و مطالب بیشتری رو خدمتتون ارائه خواهیم داد.